با وجود مذاکرات فراوانی که میان شیعیان افغانستان و طالبان صورت گرفته و های طالبان برآورده نشده و این مشکل بزرگ برای شیعیان افغانستان کماکان حل نشده است اینها جملاتی هستند که بارها و بارها چهره های برزسته شیعه افغانستان بر آن تاکید داشته و همواره از عدم پایبندی طالبان به تعهدات خود شکایت داشتند همکارم در گزارش خود مطالبات و خواستای شیعیان افغانستان از حکومت طالبان را بازگونه موده که توجه شما را به دیدن آن جلب می نواید. نزدیک به سه سال است که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته و از همان ابتدا شیعیان در تعامل مسالمت‌آمیز با این گروه خواسته های خود را مطرح کردهاند. شورای علمای شیعه به عنوان مرجعی معتبر بارها و بارها با مقامات مختلف طالبان دیدار و این مطالبات و خواسته ها را مطرح کرده است رسمیت مذهب جعفری، تدریس فقه جعفری و جایگاه سیاسی شیعیان در دولت از جمله مطالبات برحق و مشروعی هستند که شیعیان بر آن تاکید دارند و همواره روحانیون و چهره های برجسته شیعه تصریح نمودن که شیعیان نمی توانند از مطالبات و خواسته های برحق خیش بگذرند طالبان اما تا کنون هیچ پاسخ روشنی به این خواسته ها نداده و مدام از برادری و احترام به مذاهب سخن می گوید در حالی که برادری و احترام به مذاهب و شعارهایی از این دست عملا باید اجرا شود شیعیان هرگز ساز جنگ نزده متکی به زور و خشونت نشده و همواره با تمام توان با حاکمان مدارا نموده و در طول دهه های اخیر نیز هیچگاه به دنبال جنگ و کشمکش نبوده و نیستند بنابراین این طالبان باید این حقیقت را درک کنند که جمعیت ده میلیونی شیعیان به دنبال همزیستی مسالمت آمیز و احترام به سایر مذاهب بوده و میخواهند مذهب خودشان نیز چون گذشته در کشور رسمیت داشته باشد تمامی ادیان و مذاهب در افغانستان با تکیه بر اصل همزیستی مسالمت آمیز با کمک هم می توانند این کشور را بسازند و ساختار مستحکمی درست کنند اما بدون تردید در نظر نگرفتن حقوق شیعیان چالش ها را افزون تر کرده و بر مشکلات می افزاید. پس لازم است هرچه سریع تر طالبان جواب مطالبات و خواسته های برحق شیعیان را داده و مذهب جعفری را چون گذشته به رسمیت شناخته و به دیگر حقوق شیعیان نیز به دید احترام بنگرد علاوه بر آن جایگاه سیاسی شیعیان در نظام و ساختار قدرت باید مشخص شود و شخصیت های توانمند و شایسته شیعه در بدنه حکومت و تصمیم گیری ها مشارکت نمایند. از دکتر حسین یاسا تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ دعوت کردیم تا پیرامون مطالبات ایان در افغانستان توضیحاتی را برای شما بینندگان عزیز ارائه دهند. آقای دکتر سلام عرض ادب. السلام علیکم و رحمت الله. ممنونم آقای دکتر به عنوان سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان بفرمایید که مطالبات شیعیان افغانستان از طالبان چیه و آیا طالبان تا کنون به این مطالبات و خواسته های و خواسته ها پاسخ روشن داده بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم اول خدمت شما عرض که شیعیان هم بخش بزرگی از جامعه بشری افغانستان است که نهادهای مختلف و احزاب سیاسی مختلف دارند و اونا در قالب بزرگتر همراه با سایر اقوام دیگه و پیروان مذاهب دیگر در یک اطلاف بزرگ یک و همیشه تلاش میکنن با, با یک روی انسانی که او حسن همزیستی را تقویت بکنه با همه هم کار باشند خب ای خواستایی که در کابل مطرح میشه ای بخشی از خواستای جامعه شیعه افغانستان است که مذهبی از اونا برسمی شناخته شود، باید فقه جعفریه جزی نصاب تعلیمی باشه که حد اقل در مناطقی که اونا در اکثریت هستند اجازه داده شود که فقه از اونا تدریس شود و دیگه چیز مهم دیگه قانون احوال شخصی است که همیشه یک موضوع بحث بوده و در حکومت در حکومت گذشته حد اقل به این قانون به رسمیت شناخته میشد حالا طالبا چون که یک گروه کشتارپیشه و جنایتکار هستند اینها به تنوع انسانی تنوع قومی باشه زبانی باشه یا تنوع مذهبی باشه اصلا احترام ندارن از روز اولی که آمده شیعه تیزی و تنوع ستیزی، زن ستیزی، مدنیت ستیزی جوز فعالیت های یعنی محور فعالیت‌های این ای گروه بله بله آقای دکتر تشکر میکنم از شما دکتر حسین یاسا تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ که دعوت ما را پذیرفتند و توضیحات لازم در این زمین را برای شما بینندگان عزیز ارائه دادند